ای اهورا، ای پایه زندگی، ای آسایش بخش، ای دلپذیر، ای اندیشمند، ای ارزشمند، تو شایسته ستایشی. رضا ابراهیمی هستم از کانال یوتیوب کالج باستانی. عرض ارادت دارم خدمت همه شما خوبان فرهیخته. دوستان گرامی، ما معمولاً گورهایی رو میشناسیم. بعضی از گورها اسامی خاصی دارن. برای اینکه دوستان گرامی موقعی که با این اسامی برخورد کردن به نوعی متوجه بشن که معنای اون چی هست، لذا به صورت بسیار کوتاه، مفید و مختصر به انواع گورها اشاره میکنم. یکی از این گورها دوستان گرامی گورخمره است. گورخمره یک نوع آیین تدفین بوده که جسد رو در درون خمره میذاشتن و این خمره دوستان گرامی از جنس سفال بود و اعتقاد داشتن که با توجه به اینکه انسان از جنین متولد میشه و در رحم مادر به شکلی متولد میشه، لذا زمان مرگ باز هم بایستی به همون حالت به رستاخیز بره، لذا درون خمره هایی به صورت حالت جنینی جسد رو قرار میدادن. در برخی از آیین ها و سنت ها در ایران باستان دوستان گرامی از گورخمره استفاده میکردن که معمولا گورخمره ها رو همه شما دیدید. یک نوع از گورهای دیگه دوستان گرامی گورصندوق هست. وقتی گورصندوق رو دیدید با توجه به نام گور و صندوق به راحتی میتونید به نوعی کاملا مشخص میشه که گوری که شبیه صندوق هست. گورصندوق ها دوستان گرامی معمولا در تمامی اروپا و خاورمیانه به وفور پیدا میشه و با توجه به تمکن مالی اون شخصی که اون رو در گورصندوق قرار میدادن تزئیناتی رو هم داشتن. معمولا دوستان گرامی گورصندوق ها در کنار سنگچین ها یافت میشه و یا در گورپشته ها به نوعی گورصندوق ها یافت میشه. مورد دیگه دوستان گرامی گورمان هست. ما معمولا اگر هر نوع گوری رو دیدیم اما گورمان رو خیلی باهاش چیز نداریم، معمولا کمتر شنیدیم که گورمان چی هست. ببینید گورمان دقیقا یک سازه‌ای هست از خاک و سنگ و چوب. اجساد رو درون این سازه هایی که از خاک و سنگ و چوب هست قرار می دادن و در مقطعی از گورمان استفاده می شد. ما گور دیگه ای داریم دوستان گرامی به نام گورلان. گورلان ها هم یک سازه هستند شبیه گورمان. گورمان دوستان گرامی از سنگ و چوب و خاک استفاده می شد. در گورلان یا از چوب استفاده میکردن یا از سنگ، که معمولا گورلان ها دوستان گرامی در زیر تل ها یا تپه ها یافت میشه. ممنونم از همه شما دوستان گرامی. پس ما معنای گورمان و گورلان و گورصندوق و گورخمره رو در این کلیپ به راحتی متوجه شدیم. پس زمانی که شما واژه گورمان، گورلان و گورخمره و گورصندوق رو شنیدید به راحتی میتونید تشخیص بدید که این چه نوعی هست و همه دوستان رو دعوت میکنم به سوق میدم به سمت مطالعه کتاب آیین تدفین. چرا؟ چون آیین تدفین دوستان گرامی زیر بنا و الفبای باستان هست.
اگر کاوشگران در مکانی مشغول کار هستند، همه کاوشگران دوستان گرامی خیلی دوست دارن کار سبکی رو انجام بدن. انجام دادن کار سبک مستلزم این هست که شما آیین و تدفین رو بدونید. وقتی آیین تدفین رو دونستید، با توجه به نوع تدفین، به نوع سنت، آیین، روش، دین، مذهب و عقاید و محیط تمدن، همه اینها دوستان گرامی دست به دست هم میدن تا یک آیین تدفینی رو برای اون گروه خاص در اون زمان تدوین بکنن. و با توجه به شناخت آیین تدفین اون زمان ما میتونیم به موفقیت برسیم. پس پکیج های آیین تدفین دوستان گرامی به صورت پی دی اف در کانال کالج باستانی موجود هست. میتونید پیام بدید به واتساپ و پی دی اف های آیین تدفین رو تهیه بفرمایید. و همه شما رو دوستان گرامی باز هم تاکید میکنم، حتما شما رو به مطالعه آیین تدفین دعوت میکنم. چرا؟ چون الفبای باستان هست و به نوعی رمز موفقیت شما در کاوشگری. لایک و سابسکرایب یادتون نره. ممنون از همه شما خوبان. رضا ابراهیمی هستم، مثل همیشه، دعای همیشه، امضای خدا پایین تمام آرزوها و رویاهای شما خوبان و نگهدار.